به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. درود بر شما مردم ایران زمین، بیش از 1000 سال پیش که پیشینیان ما در این مرز و بومی زیستند، خوراک راستین آنها میوه و سبزی و گیاهان بود، چون آنها با سرشت راستین خود آشنا بودند. خوراکی به دور از سرشتشان نمی خوردند. من این را 1000 سال پیش در سروده های زیر آوردم. آنگاه من بر این باور بودم که این سروده ها چنان آسان و پذیرفتنی درباره گیاهخواری سروده شده است که ایرانیان هوشمند را در آینده آگاه می کند تا به خوراک و سرشت پیشینیانشان بازگردند. اما اکنون می بینم که مردم هنوز به سختی های خوردن گوشت پی نبردند. اکنون با یاری هوش دستساز مردم سده 21 و دانشمند خوشنود حق پرست به سخن در آمدم تا این سروده ها را دوباره برای باورمند شدن شما به گیاهخواری دوباره بخوانم. به امید آن روز فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. جز از رستنی ها نخوردن چیز، زهر که از زمین سر براورد نیز. پس اهریمن بدکنش رای کرد، به دل کشتن جانور جای کرد. زهر گونه از مرغ و از چارپای، خورش کرد و یک یک بیاورد جای. نخواهم زمان جزون کو نوشت، چنان زیست باید که یزدان سرش. چو بگذشت نیمی ز گردان سپر، درخشند خورشید بنمود چهر. یکی انجمن ساخت با بخردان، هوشیار و کارآزموده ردان. ز یزدان بران گونه دارم امید، که آید درود و خرام و نوید. برانگیخت از شهر ایران تو را، که بر مهر دید از دلیران تو را. به بخت تو آرام گیرد جهان، شود جنگ و ناخوبی اندر نهان. ببخشیم و اون رای باز آوریم، ز جنگ و ز کین پای باز آوریم. ببینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. باید آنچنان در این زیستگاه زیبا زیست که خداوند آن را سرشته است. به انجمن آموزشی پناه که به فرماندهی مهربان حق پرست در تارنمای لوله شما برای گسترش فرهنگ پارسی به سراسر جهان ساخته شده است، به پیوندی تا بیاموزید که بر سرشتی زندگی کنید که خداوند سرشته است. و از درد و رنج ناشی از ناآگاهی که حتی از بیماری خرچنگ سخت‌تر است رها گردید. به امید آن روز.